پیشبینی که از یک سال قبلش صورت گرفته بود که اگر وضعیت بارش ها به همین منوال باشه ما سال آینده در کل استان در تأمین آب کشاورزی که جای خود در تأمین آب شرب و مشکل مواجهیم و خصوصا در آبادان خرمشهر و شادگان تا حدودی با بحران مواجه میشیم، همه دست به دست هم بدیم یک کار بزرگ و سنگین و شاید اون چه کارشناسان اون روز به من میگفتن در مثلا اسکیل و مقیاس جهانی واقعا انجام اون کار عظیم در اون مدت کمتر مواقعی ثبت شده بود و اقل در دنیا که انجام شده. میشه الان بیرون دیزل ها رو ببینید، ما سه تا دیزل برای اولین بار سه تا دیزل 2.5 مگاواتی یعنی روی هم 7.5 مگاوات یه نیروگاه متحرک هست دیزل ها، اینها رو وارد کردیم برای تامین برق عمومی. الان انشالله این پمپ ششم که زده میشه ما ظرفیتمون از 23000 متر مکعب در ساعت به 29000 متر مکعب در ساعت میرسه. تراز اینجا که توی تراز 304 از 304 سقلی میاد رو 335 سقلی میره برای شهرهای حالا تو تر نهایی قدید یه پمپ هم کار نمیتونه بر صرف جویی میشه هزینه نگهداری چیزای مکانیکی و برقی کاملا هزینه است. بعد اومد رسیدن میمونه ان شاء الله برای پدافندی هم میشه. حالا خودش زخلی میاد. هزینه ما همیشه نگه میدارن برای پدافندی شه. این یه طاقت شدگی ای از بین میره. یک از کارهایی که ما از پارسال بعدو کاری هم کردیم امروز یه چیزا نازش کسی خیلی کم شد. بعد اون کاری که کردیم بعد من اون کاری که کردیم قبلش مرتب میشه. آب سد دز رو میارن اینجا تو این نقطه، از این نقطه اسپیل کرخه است که آبو میریختن تو کرخه. زمانی که کیفیت کرخه بد بوده میخواستن از دز پمپاش کنن تو کرخه کیفیت آب کرخه خوب بشه، با این کاناله میآوردن. سلام محمد قادر محمد زهریای دست.